از این درس تم کتاب عوض میشه میره در مورد دنیای پیرامونمون قرار صحبت بکنیم و اما درس 13 هم قرار در مورد جغرافی مقدار بیشتر ما تلشیم. Hey guys, how are you doing? سلام علیکم. احوال شما خوبی خوشین سلامتین. خوش باسه با انگلیش. من حسینم. با درس 13 هم از سری درس های آموزش لغات صرف تا صد دوره متوسط بر اساس کتاب آکسفورد و اینترمیدییت در خدمتون هستم بسیدیم به درس 13 همش بله در مورد جوردیا قرار صحبت کنیم بله ویدیو رو لایک کردین متشکرم عکس تخته از کانال تلگرام یادتون نره و تمنای زیر ویدیو هم همینطور درس 13 هم بچه درس دو صفحه ای صفحه 38 38 از 36 شروع کنیم 36 37 صفحه سی و شیشیم جیاغرافی تلفظ این لغت بسیار زیبا دقت کردین یه بار دیگه بگم جیاغرافی جیاغرافی جغرافیا و قسمت ایش نوشه جیاغرافیکل فیچرز ویژگی های جغرافیایی فیچر بچه ویژگیه جیاغرافیکل صفت شده جیاغرافی شده جیاغرافیکل ویژگی های جغرافیایی سه تا اکس دادی سه تا اکس اول ببینیم بچه اکس اول دیزرت بیابان رو بگین دزرت اکس دوم مانتنس ریجن منطقه یا ناحیه کوستانی منطقه کوستانی مانتنس از مانتین مانتین به معنی کوهستان میاد مانتنس صفت شده مانتنس ریجن مثل این عکسی که داره ظاهرا از دی آلپس از رشته کوه های آلپ میاد و عکس سوم جنگل و این عکس ظاهرا مال دی آمازون برای آمازونه دی آمازون یه دونه اکس اینجا بزرگ داریم Waterfall یا Falls پس آبشاره که میاد پایین به مرسی کنیم این چیه One of the most important geographical geographical features in South America is Iguajo Falls یکی از مهمترین ویژگاه های جغرافی یا جاذبه های جغرافی یا چی های جغرافی بگیم که بخورم این In South America تو امریکای جنوبی is آبشارهای uh, ایگواژو هستند which are the waterfalls of the ایگواژو river که آبشارهای از رودخونه ایگواجو هستند رودخونه ایگواجو میاد و تبدیل آبشارهای ایگواجو میشه um, they are located واقع شدن در located رو کجا شنیدید توی کلمه location شنیدین بچه لوکیشن یعنی منطقه ناحیه جای یک چیز حالا میگه فلان چیز is located واقع شده میبینید بچه ها نوشته شد میگه uh, they are located on the border حالا اون حرف اضافهش باشه در ادامهش ممکنه هر چیزی باشه بسته اینکه که چی بعدش میاد کجا واقع شدن این آبشارا they are located on the border تو مرز بین آرژانتین و برزیل واقع شدن پس میگیم the border between between فلان and فلان چیز مرز بین فلان و فلان از مرز اینجوری استفاده کنیم the border uh, between Argentina and Brazil in the southern part of South America توی قسمت جنوبی آمریکای جنوبی southern تلفظ دقت کردین بچه ایشون به معنی جنوب میشه south ولی وقتی صفت میشه ای آر n میگیره تهش میشه southern توی بچه uh, تلفظ جهات جغرافیایی بقیهشون نواز نمیشن مثلا وست غرب رو میگیم وسترن غربی ایست شرق رو میگیم ایسترن یا نورث شمال رو میگیم نورثرن ولی ساوت رو میگیم southern. یه تفاوت ریزی داره حواستون بهش باش The falls divide جدا میشن تقسیم میشن از میخوام تقسیم میکنن جدا میکنن The river رودخونه رو Into the upper and lower ایگواجو به قسمت ایگواجو بالاتر بهش میگن و ایگواجو پایین تر دو قسمه از آبشار به پایین میگن lower ایگواجو بالاتر هم که آب The river flows mostly رودخونه جریان داره بیشتر through Brazil بیشتر در توی برزیله قسمت اعظم رودخونه flow بچه جریان داشتنه But the falls are mainly on the Argentinian side ولی آبشارا بیشتر mainly بچه همانی مستلیه بیشتر توی قسمت طرف سمت آرژانتینیایی هستند. آرژانتینیان سایت آرژانتینیایی دست اینم این هم از این بچه ها صفحه اول تا همون بریم بیم بیم شروع صفحه دوم خب تو دو صفحه دوم درس 13 از صفحه 37 بچه‌ها در مورد The Coast میخوایم صحبت بکنیم یه چند تا کلمه رو توضیح بدم قبل اینکه شروع بکنیم بچه این کلمات رو دقت بکنید Coast Beach آه. بیچ چرا با تی نوشتم بیچ و شور این سه تا بچه حواستون هست کوست بچه کل اون شهری که ساحل داره رو حتی ممکنه ما منظورمون باشه شهر ساحلی منطقه ساحلی همه اینها که بغل ساحلان میشن کوست تو قسمت کوست قرار دارن بیچ اون قسمتی که شنوماسه داره دیدین دیگه از یه به بعد نزدیک ساحل میشین همه چی و شنو پر شنوماسه است اون قسمت اسمش بیچه و شور اون محلیه که آب و خشکی دریا خشکی میان میرسن به هم اون قسمت رو بهش میگن شور پس این ستاره حواستون به تفاوتش باشه اون نقطه اتصال رو بهش میگن شور بریم بخونیم میگه وانسکوم نیر د پورت آف پاتستو وانسکوم نزدیک بندر پاتستو پورت بچه بندر نزدیک بندر پاتستو uh, has ا lovely بی خلیج زیبا داره بچه بی و گالف معادل همن ما پرژن گالف داریم خلیج فارس داریم بی یا گالف گالف معمولا بزرگتر بی معمولا کچلوتره مثل همینی که میبینید این یه که تو اکسم جا شده بیه کچلوه ولی خب خلیجه دیگه برحال ولی گالف معمولا چیز بزرگتریه یعنی منطقه از آبه که خشکی میاد از اطراف محاصرش میکنه تقریبا آب میاد گیر میافته تو یه همچین چیزی Uh, میگه که has a lovely bay یک خلیج زیبا داره its beach ساحلش is sandy پرشن است with a few rocks یه تعدادی کمی هم یه تعدادی هم. Uh, سنگ داره سنگ و سنگ لاخ داره quite near the shore که نزدیک سنگ منگاه نزدیک به خط ساحلیه نزدیک جایی که آب و خشکی به هم میرسن شورم که گفته بودم معنی there is a cliff یه سخره هست کلیف صخره است بچه تو اکس هم شماره زده شماره سه behind the beach پشت ساحله uh, and children often play in the caves there تو اون قارها اونجا بازی میکنن کیف at one end of the beach تو یکی از انتهای سر ساحل there is a small harbor یک لنگرگاه کوچیک هست بچه این هار هاربر که اینجوری نوشته بچه یک دیکته بریتیش از لغت هاربر امریکن است کلا اتفاق زیاد میبینید که یک کلمه رو با او یو بنویسم تو بریتیش و تو امریکن تبدیل به او ساده بشه هاربر بچه لنگرگاه اون قسمتی که کشتی و قایقوی نمیرن وای نیستن <coughs> به اون منطقه که وای سادن میگیم هاربر اون چیزی که روش قدم میزنید پیاده میشید از کشتی و روش قدم میزنید تا برسید به خشکی ساحل اون اسمش پیره پیر ما بهش چی میگیم تو فارسی میگیم اسکله پیر پس هاربر و پیر با هم فرم کن حواستون باشه when the weather is bad وقتی هوا بده and the sea is rough و دریا خشن شدید مواجه اینجوری میتونیم بگیم راف یه همچین معنی داره سفت و سخت و حالا به در کنار دریا این شکلی میشه برعکسش باشه دریا رافه یا راف یا اینکه کام کام calm. یعنی آرومه دریا رافه یا کام uh, هست Um, میگه وقتی دریا این شکلی it protects اون بندرگاهه اون هاربر it protects the sailing boats protect محافظت کردن از چی sailing boats سیل Sail, بچه خودش به تنهایی به عنوان ورب دریا نبردی کردنه کردن به عنوان نون بادبان کشتی و قایق اینا رو میگن سیلینگ بوتس قایق‌های های بادبانی میگه از اون قایق بادبانی کوچیکا um, محافظت میکنه فرام دی های از موج بلند Uh, محافظت میکنه در برابرشون from the high waves موج بلند بچه you can sometimes see large ships بعضی وقتا میتونین کشته بزرگ رو on the horizon horizon on the horizon حرف اضافهش آنه تو افق ببینید on the horizon تو افق اینم از این خیلی مشکرم بچه اگه تجربه سفره به جنوب یا شمال ایران دارید لطفا در مورد سواحل ایران هم بنویسید می نویسم beaches in ایران بنویسید در موردش ببینم که چیا می حالا حال چه جزایر جنوب چه سواحل جنوب چه سواحل شمال کشور خیلی ممنونم که همراه بودین همین نکات رو گفتم خود دیگه ارزی نیست تمرین فراموش نشه لایک کردن و ویدیو فراموش نشه و همینطور شیر کردن و رود نوتیفیکیشن و سابسکرایب و اینجور چیز دیگه خودتون باشین تا جلسه دیگه take care and bye, -bye.